به نام خدا، سلام و درود به همه شما دوستان گرامی. همونطور که تو کلیپ قبلی هم اشاره کردیم، استاد رائفی پور واسه حج واجب رفته عربستان. حج واجب هم که حدود 40 روز طول میکشه که ایرانی ها میرن و بر میگردن. حالا موقع برگشت استاد رائفی پور رو اجازه خروج بهش نمیدن. حالا از اونجایی که یه موضوع خیلی مهمیه، هم رائفی پور شخص معروف و سرشناسیه و هم در این شرایط و در این زمان که زمان حج بوده و همچنین این اتفاق بعد از اون گفتگوی با عربستان که روابط به حالت طبیعی برگشته، خلاصه یه جورایی حساسیت ماجرا رو بیشتر کرده. و نکته مهمی که وجود داره اینه که عربستان دلیل موجهی واسه کاری که کرده نداره، برای همین هم نتونسته رائفی پور رو بازداشت کنه. صرفا ممنوع الخروجه، بازداشتی در کار نیست. و حالا یه حرفای عجیبی هم پیرامون این اتفاق منتشر شده که تو همین ویدئو بهش پاسخ داده میشه و اطلاعیه جدید مؤسسه خود استاد رائفی پور، مؤسسه مساف، رو هم میخونیم که نکات مهمی داره در پاسخ به شایعات. مثلا شایعه شده که آقای رائفی پور با راننده تاکسی در عربستان درگیر شده، الان شاکی خصوصی داره، واسه همین ممنوع الخروجش کردن. یا میگن گذرنامه جعلی داشته که الان ممنوع الخروجش کردن. حالا اطلاعیه جدیدی که کانال رسمی مؤسسه مساف استاد رائفی پور منتشر کرده رو از رو برای شما عزیزان میخونم که چیزی از قلم نیفته. اطلاعیه مهم شماره 2: مردم شریف ایران، مؤسسه مساف ایرانیان ضمن تأکید بر مندرجات اطلاعیه اول مبنی بر اینکه استاد رائفی پور در صحت و سلامت کامل و ساکن در کنسولگری ایران هستند، به اطلاع می‌رساند ممانعت از بازگشت ایشان بدون دلیل موجه قانونی صورت گرفته است. شایعاتی که افراد مغرض در این خصوص منتشر می‌کنند از پایه و اساس دروغ است. استاد رائفی پور در طول حضورشان در سرزمین وحی به مقدسات اهل سنت اهانت نکرده اند و همواره توصیهشان به حفظ وحدت و احترام به اهل سنت و مقدساتشان بوده است. موضوع وجود شاکی خصوصی و درگیری با یک راننده تاکسی نیز اساساً کذب محض است. هیچ نوع درگیری بین ایشان و هیچ فرد دیگری رخ نداده است. ضمن اینکه اگر قبل از خروج درگیری یا بحثی اتفاق افتاده بود، باید روزهای قبل تر و پیش از صدور کارت پرواز این مسئله را پیگیری می کردند. و ادعای گذرنامه جعلی که در برخی شبکه‌های اجتماعی به آن اشاره شده نیز بیشتر به شوخی شبیه است. چه آن که اگر گذرنامه استاد رائفی پور مشکلی داشت، ایشان از ابتدا نمی توانستند وارد خاک عربستان شوند و 40 روز با این گذرنامه تردد نمایند. مؤسسه مساف هر گونه توهین به مقامات ایرانی یا سعودی در فضای مجازی و در اکانت‌های رسمی، برگزاری تجمع، تحصن و هر کنشگری را که منجر به تخریب روابط بین دو کشور شود، صراحتاً مردود دانسته و مردم را به آرامش دعوت می‌کند. همانطور که مردم عزیز ایران از ابتدا شاهد ماجرا بوده اند، عده‌ای از عناصر مجازی دشمن در حال تلاش برای تخریب روابط دو کشور هستند. این در حالی است که از پیش موضع استاد رائفی پور در این مسئله کاملا روشن و شفاف است. ایشان قبلا بارها حمله به سفارت عربستان را مردود و در صحبت‌های جدید و توییت‌های اخیرشان هر گونه اخلال در روابط بین دو کشور را خواست صهیونیست‌ها و به نفع آنها دانستند. در انتها از ملت شریف ایران می‌خواهیم ضمن حفظ آرامش خود و عدم توجه به شایعات تنها از طریق حساب‌های رسمی مؤسسه مساف پیگیر وضعیت استاد رائفی پور باشند. و نکته پایانی، قطعاً با افراد و رسانه‌هایی که با انتشار اخبار نادرست باعث به وجود آمدن حواشی شده اند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. خب دوستان عزیز، این بود اطلاعیه دوم مؤسسه مساف استاد رائفی پور که خیلی واضح و شفاف اومدن توضیح دادند، پاسخ دادن به شایعاتی که منتشر شده، شایعاتی مثل درگیری استاد با یک راننده تاکسی یا شایعه گذرنامه جعلی استاد. به همه اینها پاسخ داده شد، خیلی شفاف و کامل. و نکته مهمی که هست اینه که برخی افراد، برخی جریانات دارن از این اتفاق سوء استفاده میکنن، دارن از این خبر سوء استفاده میکنن. ببینید، ارتباط ایران و عربستان اخیراً به حالت طبیعی برگشته و این مثل آتیشیه به جان صهیونیستا، چون اسرائیل صهیونیستا همیشه دوست داشتن ایران و اعراب در اختلاف باشن، ولی این عربستان مونده بود که الانم ارتباطات از سر گرفته شده و تنش‌ها کمتر شده و حالا یه جریاناتی، یه افرادی دارن تلاش میکنن تا از هر اتفاقی استفاده کنن و
این ارتباطی که شکل گرفته بین ایران و عربستان اینو بزنن. حالا معلوم نیست که آیا کسانی یا جریاناتی پشت ممنوع الخروج کردن استاد رافیپور هستند، آیا دستان پنهانی هست یا نه صرفا مثلا حالا یه مشکلی یه سوء تفاهمی بوده. به هر حال امیدواریم که استاد رافیپور عزیز سالم و سلامت به کشور هر چه زودتر برگردن و همه ما از نگرانی در بیاییم. دم شما هم گرم که همراه ما هستید. اگر این اطلاعات رو مفید دونستید لطفاً به اشتراک بذارید، بقیه رو هم آگاه کنید. دمتون گرم. یا علی مدد، خدا نگهدار.